اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به که عزیز من خاک حضور من در تاریخ میلادگاه رستم در خشکی مزاعف می سوزد جباره ولایت قهر و ستیز و جهل فرمان به نوکرانش میداد این سنیان خاک بلوچستان را در پاسخ پهلوی ناشکسته زهرا در یک دروغ تاریخی در فقر و مرگ و درد بمیرانید آهی بلوچه درد ای سیستانی اتش فقر روزی که دور نیست باری دیگر نواده رستم زنجیر درد از دستهای جمع شما باز میکنه و شعر و شور آزادی در آسمان خشک بلوچستان چونان باران تا صبح سبز آزادی میبارد علیرضا نوریزاده جمعه 22 فوریه سوم اسفند به شما سلام میکنم پنج صبح یه همچی روزی بود سال 1299 که سردار سپه وارد تهران شد سیدجی های تبا رفت به کاخ از پادشاه حکم نخست وزیری بگیر از احمد شد سردار سپر رفت در تهران در مقر غذاقا نشست و بعد صفحه تازه ای از تاریخ ما باز شد یه تا سال 57 و ادامه پیدا کرد خیلی کارا قرار بود بشه خیلی کارا هم شد ولی به حال در نهایت ما به دام فریبکار بزرگی افتادیم که ایرانی هم نبود اصلا اهل کشمیر بود ذاتن پرچمش هم نقش پرچم هندوان را دارد به جای شیر و خورشید سرخ امروز خواهش کردم از دوست قدیم و ندیمم دکتر رضا حسینبور به استودیو بیاد خب داستان بلوچستان داره داغ میشه این اتفاقاتی که اخیرا افتاد که همه ما شک داریم چطور میشه شبی که کنفرانس ورشو داره افتتاح میشه که در اونجا جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان معرفی میشه ناگهان آقای ظریف با کردن کج میگه ما خودمون قربانی مگه چل نفرمون رو کشتن آیا واقعا این جوو سلام های دکتر حسین سلام و درود به شما همینطور به بینندگان و شنوندگان گرامی خوب دکتر خانه بلوچی و اونجا هم خوب میشتسنه بلوچ ها. داستان چی بود این ماجرا؟ داستان درستی شما اشاره کردید. یادتون هست یک انفجاری در مجلس انجام بهم. شد. خیلی ها را متهم کردند. آخر سر معلوم شد که خود جمهوری اسلامی است. در احواز زمانی که روحانی میرفت به سازمان ملل درست یک کمچی انفجاری انجام شد و روز بعد آقای روحانی در اونجا انقدر اظهار مظلومیت کرد که ما هم قربانی تروریسم هستیم این روز هم دقیقا تکرار همان برنامه است یعنی اه همینطور که شما اشاره کردید جلسه ورشو هست خود روحانی با ترکیه و روسیه جلسه داره و احتیاج به یک حادثه ای داره که خودش رو مظلوم رژیم جمهوری اسلامی رو مظلوم نشون میده چه کار میکنن یک اتوبوسی رو پر از مواد منفجره میکنند خودشون اتوبوسی که از اصفهان اومده معلوم نیست در اونجا چه ماموریتی داشته و داشته میرفته برمیگرشته که یک مرتبه انفجار انجام شده و جالبه که میگن یه وانیتی در مجاورت این قرار داشته در حالی که شما وقتی که عکس ها رو نگاه میکنید فقط عکس یک اتوبوس در اونجا هست عکس دو تا ماشین نیست ببینید همین بازی رو اینا در مورد رفی خریری خواستن بکنن اگه یادتون باشه بله. دو تو لبنان دو سه مدل حتی بغل اون هتل که این کاروان حریری میومد یه ماشینی رو پارک کرده بودن این ماشین هم منفجر کردن که بگن از انفجار این حریری در حالی که کارشناسان گفتن میزان مواد منفجری که اتومبیل ضد گلوله حریری رو اون تی که تیک پاره کرد یه چیز بسیار بزرگ بوده ارتش چی سپاه داشته با سوری ها برنامه ریختن اونجوری در مورد اینجا من خیلی دقت کردم رفتم فیلم که گذاشتن ها تو خود بلوچستان از منابع حتی بلوچ من هیچ چه ماشین بغل این اتوبوس ندیدم و بعدم اگر یه ماشین بیاد یه انتحاری خودش رو بخواد بزنه به اونجا به یه قسمت اتوبوس باید بزنید دیگه اون باید. قسمت داغون میشه ممکنه قسمت پشتش طوری نشه ولی اتوبوس مچاله شده بود یعنی معلوم از بود. هر دو طرف. از هر دو طرف بود خوشحالم شما هم اینو تایید میکنید چون به هر حال مطمئنم شما با منابع خودتون در بلوچستان گفتگو کردید که الان آیا گروه های مخالف رژیم در اونجا از جیش گرفته تا فرقان و هر گروه هستش آیا اینا الان به مسلحتشون بود شب ورشو بیا نمچ کاری بکنه مطلقا نه هی مسلحت هیچ, هیچ گروهی گرد. نبود مسلحت هیچ ایرانی نبود جز خود جمهوری اسلامی که بعدا جالبه گفتند که این یه ماشینش مجاورش بوده که خب الان کم و بیش ثابت شده برای اینکه بلا فاصله بعد از اون اون کسانی که در اون دورور زندگی میکردند رفتن به محل مره. حادثه فرست. اونجا نگاه کردند دیدن که اینجا یک ماشین مره. فقط وجود داره دوتا وجود نداشت شما صحبت کردید با محلی ها. من با ادهی صحبت کردم البته نه با اونهایی که اونجا هستن در خارج از ایران و که ارتباطاتی داشتند، و اونجا ماشین دیگری نبوده ولی از و ماشین جالب این هست که ماشین های سپاه و دیگران همون نزدیکی بودند بله یعنی <applause> به محض اینکه انفجار شده سریع, سریع اومدند سریع اومدن خودشون رسوندن آخر کجا تا کسی خودش در جریان نباشه مدتها طول میکشه دو سه ساعت طول میکشه که یک ماشین از زاهدان یا از خاش برند بعدا اینا رو بسیج بکنند برند اونجا چند ساعتی طول میکشه در حالی که اینا بلا فاصل در اونجا حضور پیدا کردن و جالبتر اینه دکتر که بعدن میگند که ما رفتیم دو تا خانه تیمی رو یکی بلکه. رو در سروان یکی در خاش کشف کردیم و توی اینها 750 کیلو گرم مواد منفجره بوده آخه این کسانی که یک کیلو هشیش و یک کیلو هروئین و یک کیلو دریاک و نیم کیلو رو پیدا می کنند. چجوری 750 کیلوگرم مواد منفجره رو پیدا نکرده بودند حالا چسبوندن به پاکستانی تا ولیهت عربستان رفت پاکستان اسم یه جنرال پاکستانی رو کشتن وسط بازش از صحبت گفتن رئیس این گروه محمد عبدالرحمن نمیدونم پاکستانی بود و حالا یک انتحاری شد گروه الان الان تبدیلش به گروه شد ولی ببینید به نظر من انقدر رژیم رسواست هیچ جوری نتونست توجه خارجی ها رو جلب بکنه که منم قربانیم تو ورشو هم حرفا رو بهش زدن آقای پومپیو بعدن حرفا رو بهش زد اینا بزرگترین حامی تروریسم و هدفی هم که آمریکایی‌ها داشتن انجام دادن عرب ها رو بغل اسرائیل نشوندن خیلی هم ساده و نتیجه حضور جمهوری اسلامی در منطقه اینه ضربه به مردم فلسطین زدن ضعیف کردنشون با حمایت از حماس و جهاد اسلامی و با اینا و در خدمت به نظر من جمهوری اسلامی نه تنها مستقل نیست بلکه بزرگترین عامل تقویت دست راسی های اسرائیل تغییر دستور آسیای امریکا عملا جمهوری اسلامی ببینید جمهوری اسلامی مرتب صحبت از دو چیز میکنه یکی دشمنانش که امریکا و اسرائیل هند و یکی هم از اینکه که ترجیح تجزیه طلبند در اونجا آه در من به عنوان بلوچ محتدی یا هجری سی و درصد آبهای دریای مازندران رو دادیم به روسا آیا ما دادیم چه رو به هندی ها آیا خریج فارس رو ما جا جارو میکنیم و میدیم به چینی ها الان جزیره کیش رو ما میدیم آخر مردم و از طرف دیگر روسا رو ما آوردیم داخل ایران پایگاه دادیم پایگاه بهشون دادیم یا شاه آورده بود چون این کاری کرده بود همه این تبلیغات به قول شما الان رسوای اینها اونقدر مشخص شده هیچ کسی حرفشون رو باور نمیکنه و ماندیم ما مردم ایران با رژیمی که هیچ گونه اصل و اصولی رو قبول نداره و تمام تلاشش در دزدیدن و چاپیدن و متهم کردن نیروهای مبارز به بدترین چیز هاست دقیقا نمیتونه یعنی این مسئله تجزیه خیلی نکته خوبی رو شما گفتی ولی واقعا شما هزی و بعد محتدی و دوستان دیگرمون نه. آقای دکتر صدر اشرافی و دوستان عربمون اینا بخشیدن یا جمهوری اسلامی <تصفح> یعنی واقعا واقعا این رژیم اگر بمونه ایران تکه تیکه میکنه یعنی در تاریخ ما زمانی که روسها در ایران پایگاه داشته باشند برمیگرده به بدترین دوران قاجار که حالا یه پایگاه قزاقی داشتن یا پایگاه اینا پایگاه هوایی به روسا دادن و همینطور در چابهار در بندرعباس روس روسا حضور دارن و متاسفانه ادعای استقلال ولی واقعا مردم باید بدونن این رژیم فاتحه به استقلال ایران فاتحه به استقلال ایران ما چه دشمنی با امریکا داشتیم که باید همینجوری مرگ بر امریکا بر دهانها باشه بیا گویی رو پرچم امریکا رفتن لگت زدن پرچمی که برای ملت ها مقدسه برای واقعا ملت ها مقدس خب دکتر حالا یک سوال دیگه من دارم ازت منصفانه چرا فکر میکنی اینا به بلوچستان نمیرسن چرا ما این تصویرها رو میبینیم بچه بلوچستان کف زمین تو بیابون نشستن مثلا مدرسه شونه. چه عاملی رو باعثه میدونید؟ چه دشمنی هست آیا فقط مذهب شیه سنیه واقعا چرا نمیرسن به بلوچستان من و شما که اعتقاداتی شبیه جمهوری اسلامی رو ند... نداریم اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که عقاید مذهبی تا چه اندازه میتونه قوی باشه ویرانگر باشه و متقاعد کننده باشه و ثواب باشه یعنی در واقع این شعر بسیار زیبایی رو که شما الان گفتید اولا بلوچای امروز اهل سنت ایران دنیا یک میلیارد و نیم اینا چه ارتباطی به اون زمان داره که کی بوده و که نبوده اصلا ارتباطی به اونها ندارند هیچ کسی از اونها ولی این رو ما میدانیم که از زمان صفویه با شدت زیاد و کتاب ها هم زیاده کتاب بس بسیار زیبای نصرالله فلسفی راجب شاه عباس در حدود تا کتاب در این زمینه ها وجود داره تمام کسانی که به ایران رفتند این توریست ها می که سرهای افراد سنی رو روی دار می کردند و تو خیابون ها نبستند. شعار می دادند این تربیت شده تنفر علیه سنی ها هستند. و زمانی رو بدتر شده بود که اینا... صفویه به مرور خود دیگه آروم آ... آ... شده، تغییر کرد، ولی اینا اومدن دوباره احیا کردن این نفرت رو. و آقای خامنهای مخصوصاً عجیب مخصوصاً در این زمینه گناه اصلی رو به عهده داره که بلوچستان بود بهش محبت کردند لباس با. بلوچی می پوشید میرفت مهمان میشد همه جا بعدن هم یک مرتبه و علمای اهل سنت در تهران می خونه من از خونه من میرفتند خونه آقای خامنه ای سه چهار شب خونه آقای خامنه ای بودند به طور مکرر این جریان تکرار می شد ناگهانی بلوچار شدند دوشمند. تبدیل به دشمن تبدیل به شمر که تمام انتقام های دوران تاریخی رو باید از اونها گرفت اصلا ولی کسانی رو که اون قبلا جند دستگیر میکرد کسانی رو که الان دستگیر میشند توسط بلوچا کسانی که می در تهران بلوچایی که در تهران هستند دو میلیون سنی در تهران هست اینها قصه های جالبی رو تعریف میکنند میگن که دوست رفیق همکلاسی من که همون دورانی که تو دانشگاه بودیم یه دوست دیگری رفته بهش و گفته که آقا شما این کار رو برای فلانی بکنید این همه یک کم فکر کرده گفته که نمیتونم فلانی تو این حرف میزنی ولی اگر من به او کمک بکنم آیا فاطمه زهرا از گناه من میگذره یعنی مثلا فاطمه زهرا چه ارتباطی به این داره که تو نیکی بکنی به کسی و اینا تا اون حد گناه کردند هر گونه خدمات رسانی رو به بلوچ ها چنان گناه کردند که وقتی که یعقوب مهرنهاد گرفتند و بعدا اعدامش کردند یعقوب گفته بود که آقا من که کار بدی نکردم من کسانی رو که تو زلزله بی خانمان میشم میرم به اونها کمک میکنم من به آدمه فقیر کمک میکنم جوابی که به یعقوب داده بودند فوق مهم بود و از اونجا بود که یعقوب گفته بود دیگه همینجا رابطه ما و شما تمام هست هر کار با من میخواید بکنید جوابش این بود که اگر ما میخواستیم به این زلزله زدگان بلوچ یا فقرای بلوچ کمک بکنیم خودمون میکردیم تو چرا رفتی کردی؟ این سیاست نظام در این هست که هیچ گونه کمکی به اینها نشه خانه سازی نشه شغل دهی نشه سواد سازی نشه بیمارستان هم نباشه تو هم هیچ کاری اعدامش کردند کینه مذهبی رو که تبدیل کرده این ادهی رو که از جاهای مختلف میارند در زم میدونید هر کسی که مثلا در این میان کشته میشه روزانه پنج شیش نفر بلوچ کشته میشه که هیچ کسی خبرش رو هم نمیده اون کول برای که میرن هم... برای آخه تو این برف شما وقتی که میبینید اینها بیچاره تا... تا... تا, کمر تو آبه تو کردستان تو یا تو بلوچستان اون وقت آخر انصاف یک ذره وجدان شرف چیز خوبی است این آدم ها رو به اون روزگار انداختن و بعدا متهمشون کردن به شرور بودن به تروریست بودن و, و دو, کشتنشون. دو, و بعدن دو هم بود. کشتنشون. من یه عکس دیدم یه خانم نشسته بود سه تا بچه دورش مادر شوهرش هم بود شوهر رو گرفتن چهار تا ظرف بنزین میبرد اون ور کشته بودن بل. من فکر می‌کنم این زن جوان با سه تا بچه با مادر شوهرش یه چی کار بود زیر یه اسیر داشته بود این با بلوچ ها با کرده هم از اون ور همین کارو میکنه و کاملا حرف شما درسته این نفرت مذهبی بیشتره یعنی این حالتی که شما گفتید گفت به فاطمه زهرا چه جواب بدم من دورانی که آقای خاتمی در آقای خامنه ای در بلوچستان تبعید بود در ایران شهر این دوران رو کاملا بیاد یاد میارم چون یه دیداری هم از اونجا داشتم با مرحوم پدرم خیلی بلوچا بهش لطف کرد یه سردفتر بلوچ بود که ما اول رفتیم پیش اون با همون لباس بلوچی هم بود خیلی آدم محترمی بود این مرتب سر میزد به آقای ای و نیازمند مسائلی بود تامین میکرد براش یعنی میخوام بگم بلوچا نهایت لطف بهشون کردن و اول انقلاب چقدر خوشحال بودن اومدن تهران بحله. به عنوان دیدار با ایشونو که بله آقای خامنه‌ای، الحمدلله این با ماست و اونایی که با آقای منتظری بودن آقای منتظری سقز و توی کردستان تبیید بود اونا رو واقعا منتظری حمایت کرد بهشون رسید مردونگی کرد ولی بله آقای خامنه‌ای نه و راست میگه این یه حالت خاصی داره که ایشون مخت خودشو خیلی شیعه پیور نشون بده که من شیعه واقعیم و حافظ پهلوی فاطمه زهرا حالا که معلوم شد کل قصه دروغ بوده چون علی رو بیان تو خونش زنش رو بزنن بچهش هم زنه سق بکنه حضرت علی در گوشه آشپزخونه مشغول اه... چی بگم چی بگم چایی که نبوده اون وقت یه چیزی که میل میکنه در گوشه آشپزخونه داستان غریبی داریم ما با این خرافه هایی که اینا برای این مذهب بستن شما باور کنید حالا من اصلا کاری به دین ندارم ولی با اهل سنت که نشستید ترتیفتون روشنه یه قرآن یه سنته ولی شما در اینجا فقط یک کتاب مجلسی 128 جلده اصلا اهل سنت کاری نداره که نعلین زرد چه تاثیری در قوه باه داره ولی اینا دو جلد کتاب دارن برای خیلی <تصحاب> جالب آی دو دو زنبورتاش هم میخوندم. اصلا اصلا واقعا جوونای من هم وطنان من تو رو خدا توجه کنید اگه به خدا اعتقاد دارید در یک کتاب در فاصله 120 صفحه در اولی نوشته که شیعه من از قول امام جعفر صادق گوشت نمیخوره چون گوشت مال سنیاست شیعه من ما یه بار گوشت میخوره چهار ماه بعد کولیا بر میدارن گوسفند و اینو میرن اسفهان پر میشه دست به دامن شاه میشن که آقا چیکار کنیم قصاب این گوشت اومده مردم هم گوشت میخوان این بدبخت هم گوسفنده رو بردن همون فرداش حدیث میاد این حدیث قبلی رو سونیا ساختن شیعه من هر شب گوشت میخوره که بتونه از وظایف اتاق بشم براد سنیا چون زعیفن، ها. اینو زدن این کار کردن که شیعه ها رو از خودشون ضعیف کنن یعنی نتونن مثلا 99 تا سیغه بگیرن بعد چهار هم عقدی و کنیز و فلانی حرف باور کن تمام دعوا ها سر همین هاست. چون نیک بنگری همه تزویر میکنن ولی دعوایی وجود نداشته اصلا مشکلی هم شما بید در کاشان شیعه بوده در سبزوار بوده در قوم بوده در جاهای دیگه کنار سنی زندگی میکردن کسی هم کاری بهشون نداشه شما هیچ شیعه کشی در تاریخ نمیبینید ولی سنی کشی فراون میبینید درسته. به معنی اینکه شیعه مسلط میشه چون اینا متاسفانه اتفاقی که در وطن میفته و بلوچستان و کردستان در این دو مورد خیلی قربانی دادن خیلی زحمت کشیدن دو تا سمبل در رابطه با اقوام که نشست های اخیرا داشتین و صحبت های کردین بله. آیا رسیدید به توافق کلی روی مسئله؟ بله اتفاقا یک جلسه فوق العاده خوب سازنده ای داشتیم آقای هجری بود آقای محتدی بود و دبیران کل همه احزاب بودند ترک ها بودند ترکمن ها بودند لور ها بودند عرب ها بودند بودن. در سطح دبیر کل بود جلسه جلسه فوق العاده سازنده خوب. بود و یک هماهنگی صد درصدی در میان ما وجود داشت برای ایجاد یک اعتلاف بزرگ و همگی علاقه نشون میدادند شوق نشون میدادند که ما باید الان بتوانیم با دیگران به توافق برسیم یک اعتلافی رو تشکیل بدیم و این تصمیم به نظرم تصمیم بسیار بسیار جدی است سر جای خودش هست الان هم امکان امکان این هست که واقعا این اعتلاف تشکیل بشه صحبت هایی هست پشت پرده و یک جریاناتی هم پدید اومده ام. و من امیدوارم که به زودی مردم ایران شاهد این بشند که بله این اطلاف ای ملی بر در بر همه اقوام و همه ساکنان ایران توش نمایندگی داشته باشن بسیار خوب آرزو ببینید با... یک چیز چیزی دیگری که هست در این میان اقوام مثل همه گروه های دیگر به یک نتیجه رسیدند. حالا اقوام چون تا به حال کوشش کردند که اونها رو در حاشیه قرار بدهند ولی بقیه همگی به یک نتیجه رسیدند که بدون حضور شاهزاده رضا پهلوی هیچ ائتلافی موفق نمی شود و, و واقعیت هم همین هست یک شخصیتی که بتواند در سر تا سر ایران نفوذ داشته باشه جز ایشون وجود نداره شخصیت های دیگر هستند بسیار محترم هم هستند و در حدی نفوذهایی هایی هم دارند ولی جای شاهزاده رو هیچ کسی نمیگیره همونطور که در این تظاهراتی که می کردند رو فقط اسم اون بود و اینجا دکتر می‌دونی چه مهمه این مهم هست که من فکر می کنم ببینید رضا شاه اومد ایران رو مدرن کرد اساس و بنیاد سازندگی رو شروع کرد محمد رضا ایران رو تبدیل کرد به یک کشور نسبتا مرفه از نظر اقتصادی با تمام آزادی های اجتماعی و سیاسی و اکنون شاهزاده رضا پهلوی برای خودش به نظرم یک ماموریتی میبینه که آزادی و دموکراسی رو بیاره یعنی این حرکت که از اونجا شروع شده بود و قرار بود که به آزادی و دموکراسی برسه در یه جایی قطع شد حالا شاهزاده میگه که حرف من فقط و فقط دموکراسی خواهی است من هیچ چیز دیگری نمیخوام فراجناهی عمل میکنه و به نظرم حرکت بسیار درستی مسیر تاریخ رو داره درست پیش بینی میکنه درست حرکت میکنه و سازندگی های اجتماعی و اقتصادی رو الان داره تبدیل میکنه به آزادی های سیاسی و در واقع تفکیک قدرت و رسیدن به یک دموکراسی واقعی و دقیقا واقعا استقلال قوای مملکت منم با شما موافقم که آرزوی مشروطیت رسیدن به امنیت سازندگی رفاه اجتماعی سیاسی و آزادی بود بسیاری از این شعارها عملی شد در دوران پهلوی ها در مورد دموکراسی هم ما چند تا تجربه بد داشتیم که مسیر رو عوض کرد ولی می بهش امیدوارم واقعا رضا پهلوی اهمیتش اینه برای خودش نه شغلی قائل شده نه جایگاه ویژه‌ای گذاشته هر جا هم من بودم توی جلسه اومده واقعا خیلی خاکیتر از بعضی ها در اون جلسه بوده امیدوارم و مردم ایران براش روشن کنن در چه جایگاهی میخوان از اون بهره ببرن چه جایگاهی برای او قرار میدن رضا پهلوی هم مواج سفید شده چهل سال قربت بر او سخت گذشته و آرزو داره در وطنش باشه در رنگ کوتاهی میکنیم باز میگدیم دکتر حسین بر به بقیه بحثمون درباره مسائل روزم ادامه بدیم با درود دوباره خانم گلرخ امینیان بودن و ترانه های پریجان زنگنه رو ایشون هم خوندن چقدر خوب چقدر دلمون تنگ شده به پری زنگنه نازنی دکتر سیمبر من و شما به هر با هم خیلی وقت دوستیم از روزگار دانشجویی و زنده یاد داریش و در کتابی که نوشته و همینطور فهم میکنم دکتر نهاوندی هم برحال یه اشاره به شما میکنه به عنوان خیلی آ... هم. آه، که خیلی دلتورو. موفق بوده بله بله موسیم همینطور سناتور که می نویسه شما در بلوچستان حزب رستاخیز رو به چه جایی رسوندی من یادم اون وقت زمزمه هایی شده بود راجع به اینکه خود شاه هم موافقت کرده با برقراری خودگردانی در حالا اسامی مختلف داره شاید لفظ فدرال رو دوست نداشیشون خیلی هم دوست نشتن ولی روی خودگردانی ایرادی نبود آیا واقعا چنین بود؟ آیا واقعا شاه در اندیشه خودگردانی اقوام بود یا استانها بود؟ بله صد در صد همین هست این رو من میگم آقای دکتر برای صد در تاریخ همین طور برای شاهزاده رضا پهلوی و تمام کسانی که از سلطنت دفاع می کنند من با یک هیئت 15 نفره از طرف بلوچستان مامور مذاکره با دولت شدم آقای داریوش هماجون طرف دیگر مذاکره بود او هم با ده پونزده نفر از وزیران معاونان وزیر معاون ساواک معاون جاندارمنی و نیروهای مسلح در مذاکرات حضور داشتند ما جلسات بسیار بسیار زیادی رو داشتیم و ما اوضاع احوال بلوچستان رو تشریح کردیم که بلوچستان اینجوریه این هیئت نمایندگی دولت از این تعجب کرده بودند که این همه بودجه فرستادن در بلوچستان پس چرا وضع اینجوری بده و من پیشنهاد کردم که یک هیئت بفرستند خودشون مستقل برند بلوچستان بررسی بکنند رفتند مسئله رو بررسی کردند برگشتند و گفتند که آقا وضعیت بلوچستان خیلی بدتر از اون چیزی است که حسین و دوستانش میگند و دلیلش رو هم گفتند دلیلش اینه که تمام مدیران کارمندان رؤسا غیر بومی هستند اینا پولی رو که میره اونجا یا اینو میخورند یا بیشترش رو برمیگردونند بنابراین این عملا پولی که مخصوص بلوچستان هست در بلوچستان خرج نمیشه و وقتی که این گفته شد همه کسانی که در نمایندگی دولت داشتن مخصوصا آقای داری شمایون گفتند که پس چی شده همون هیئتی که رفته بودند اونها پیشنهاد کردند که آقا بهترین راه اینه که اینو دیگه تجربه کردیم این تنها در بلوچستان نیست در تمام ایران اینجوری هست هر کجا که معموران مدیران کل غیر بومی هستند در اونجا هیچ آبادی نشده بنابراین پیشنهاد ما این هست و پیشنهاد من از اول این بود که تمام مدیران استندار مدیران رؤسای سازمان های امنیتی ارتش و غیر زالک همه اینها بومی باشند در تمام ایران و ما در حدود 15 تا 20 تا جلسه با اینا داشتیم تمام این مذاکرات ضبط شده تمام این مذاکرات رفته پیش شاه بله بله خود شاه اینها رو دیده و در اونجا خود شاه موافقت کرده که پس علت عقب ماندن مملکت من اینه کوتاهی از من نیست من پول دادم اختصاص بودجه کردم آقای هویدا هم همینه میگفت چرا پول خرج نشده این تقصیر من نیست تقصیر اون کارمندان رو است که در اونجا هستند و این در همه جا هست بنابراین موافقت کردند شاه موافقت کردند حویده هم موافقت کرد که تمام مدیران در بلوچستان بومی باشند با اختیارات کامل با تصمیم گیری کامل که هم تصمیم بگیرند هم اجرا بکنند بنابراین بر این اساس بود که موافقت کردند که بلوچه هایی رو که در جاهای دیگه بودند همه اینها منتقل بشن به بلوچستان مثل خود شما مثل خود من و بعدا برای من هم آقای داریوش همایون من در سفر بودم از دوستان جلسه ای داشتند که من اونجا حضور نداشتم از همه پرسیده بودند که خب ما برای این شغل این شغل این شغل شما چه کسانی رو پیشنهاد کنید اون دوستان من برای حزب رستاخیز من پیشنهاد کرده بودند و دو نفر دیگر رو در غیاب من که من نبودم وقتی که من برگشتم دوستان اینجوری گفتند گفتم که من حرفی ندارم ولی شما میدونید که محیط روشن فکری ایران طوریست که الان هر من و اینا تیک پاره میکنند تکفیر میکنند ولی با وجود این من اینو قبول میکنم برای اینکه میدانم که به نفع این مملکت هست و همایون هم دلیلش این بود که حزب قدرت داره و حق نظارت بر تمام اداراتو داره بنابراین تو میتونی از کار استانداری تا همه جا دخالت بکنی و کارها رو درست بکنید و ما رفتیم در بلوچستان چقدر رفتیم جلو؟ دکتر اول که رفتیم اونجا تقریبا هیچی وجود نداشت و سرمایه گذاری که نبود کارخونه هم وجود نداشت من یک گزارشی تهیه کردم در این گزارش دو تا پیشنهاد دادم این گزارش رفت پیش شاه و گزارش این بود که یا دولت سرمایه گذاری بکنه در اونجا و یا اینکه سرمایه گذاری نکنه اختیار بدید به ما بلوچا که ما خودمون خودمون رو آباد بکنیم و شاه نوشته بود چی؟ من زیرش نوشتم که از طریق تجارت و پیشنهاد کرده بودم که چابهار تبدیل بشه به یک منطقه بندر آزاد که قبلا نسبتا بود ولی این دفعه با این فرق که تجارت در بلوچستان به طور کلی آزاد بشه دلیل هم که آوردم پسندیده بودن این بود که تجارت از همه جا میرفت به تهران در دست بازار دشمنان شاه و هزار گرفتاری و اون ها و تورم که میدونید ما این اجازه رو گرفتیم که در بلوچستان تجارت آزاد بشه من رفتم اینو همه جا تبلیغ کردم و تجارت ما شروع کردیم و آزاد کردن آقا ظرف در اون زمان وقتی که من رفتم ما در حدود 7-8 نفر میلیونر تومانی داشتیم که اینا بیشتر در کار مواد مخدر بود در بلوچستان در بعد از یک سال بیش از هزار نفر ما میلیونر بلوچ داشتیم که مشروع, مشروع. با کار مشروع با تجارت تجاره. مشروع با ابتکارهای خود من ام. که حالا کارهای دیگری رو هم کردم که آقا جلو این چادر ها یک ماشین وانت بزرگ بود بنز بود موتور اینا موتورای کوچک خریده بودند و اونجا یک زندگی مدرنی رو درست کردن بعدا پول هاشون رو آوردن در زاهدان و شهرهای بزرگ در ساختمانی کار ساختمانی خرج کردن سرمایه گذاری کردن بعد از اون من همه رو جمع کردم اون سرانشون رو. گفتم که الان شما تجارت کردید پولدار هم شدید الان مرحله دوم شروع میشه و اون تولیده ما باید حالا که پول جمع شده باید تولید هم بکنیم تولیدات خودمون رو به جهان دیگر بفروشیم و گفتن که آقا چه کار بکنیم گفتم از سرایه خیلی کوچک مثل مثلا ملافه ملافه رو دیگه همه میتونن درست بکنن بالش رو همه میتونن درست بکنن و که چکار گفتم کارگر نداریم گفتم که ما در این مرز چی پاکستان نه. و افغانستان در خایده کنار خایده اینها خایده. این پایگاه های کوچک درست میکنیم و کارگرای هندی پاکستانی میاریم در اونجا که این روز میاد توی اون اونجا کار میکنه شب برمیگرده تو خاک خودش. خاک خودش, ما به اینجا رسیده بودیم که فرصت دیگه انقلاب شد شروع شد به انقلاب و فرصت های دیگه به دست نیومد ولی من میخوام بگم که شاه دقیقا به اونجا رسیده بود که این کشور رو به صورت قبل نمیشه شود اداره کرد قبلا هم اگر به صورت متمرکز بود برای این آدم با نبود بله. در ضمن دکتر شما قطعا به این نتیجه رسیدید کسانی که شاه رو تشویق کردند به ایجاد این نظام متمرکز همهشون همین روشن فکران اون زمان بودند اغلبشون تشویق می کردند که آقا یه نظام متمرکز ایجاد بکن همه جا رو سرکوب بکن و رضاشاه هم طبق اون صحبت مشهورش به دکتر سیاسی گفته بود برنامه از شما عمل از من من جمله از کسانی که سخت معتقد به این نظام متمرکز بود آقای مصدق بود دکتر تقیزاده حسن تقیزاده تنها کسی بود که با این جریان موافق نبود اگه یادتون باشه دیگه خوندید یا که اومد به انگلستان و اینجا مدتی در بی بی سی بود بنابراین روشن فکران ما و آخوندهای ما نقش اصلی رو در تخریب ایران و یا استبداد ایران دارند و اینو من برای این میگم که امروز روشنفکران ایرانی فکر بکنند که ما به آزادی و دموکراسی از یک نظام متمرکز نمیرسیم. نمیرسیم. نمیرسیم باید یک نظامی داشته باشیم که افراد و شهروندان توانمند بشند مثل اینجا مثل امریکا و مسئله مذهب نباشه که اینها بتوانند مملکت رو آباد بکنند هیچ در تعارض با استقلال و یک پارچگی هم نیست مطلقا. بلوچ یا کردی که احساس بکنه در شرایط مساوی با بقیه هموطنانشه و خودش متعلق به اون خاک میدونه اون خاک متعلق به خودش میدونه و این تجربه رو خیلی از ملت ها انجام دادن و شما امروز در هند نگاه بکنید مسلمانان هندی امروز شاید بیشتر از هندوها تعصب هندی بودن داره بله در حالی که در مجموع نه در اقلیت هم ولی تو پاکستان که همه بیزارن همه در حال جنگ و جدال و کشت و داره ولی دکتر یک چیز یاد هستند بار از من پرسیدید راجع به این که من در هند چیکار کردم آه. ببینید همون کاری رو که ما در هند من کردم اینو در بلوچستان قبلا کرده بودم و در هند که من 25 سال رفتم و اونجا رو زیر و رو کردم و از طریق این بود که تو مردم رو بساز مردم مملکت رو میسازند از چه طریق مردم رو میسازی؟ از طریق استعداد پروری عدم تب... تبعیض شما وقتی که مثلا این تو... چی؟ کردستانی که شده نفر... سوم گوگل بودی زمانی الان هم خیلی چیه امید کردستانی خب این در ایران امید کردستانی در ایران تبدیل میشه به نه فرق نمیشه. کمانگیر شده بود چی؟ درستان. یک جوان دیگر کرد شده بود چیف اکزیکتیو یوتیوب خب آیا یک بلوچ یک اهل سنت و حتی یک شیعه کدوم یکی تونستن تبدیل بشن به اون یعنی در واقع اصل نابود کردن استعداها و قابلیت هاست به نفع روز خونه این یعنی تقریبا پولی که اینا در حوزه دارن خرج میکنن پنجا شز هزار طلبه خارجی رو آوردن اینجا که این خرافات رو تو کلش بکنن بفرستن تو کشورش بیرون اونجا رو فاسد کنه کار ایناست دیگه بله اینا که نمیان دانشگاهی درست بکنن مثلا آدم فکر کنه در اصل اینا یه پلیتکنیک دیگه هم درست شد یه دانشگاه آریا مهره دیگه هم در اصل اینا درست شد هنوزم پوز چیزای زمان شاه رو میدن میدون شهیاد میدان آزادی به شما چه ربطی داره مگه شما ساختی شما یه چیزی بگو اینا ساخته باشه غیر از قبر سون امام زاده آزاد کردن یهودیان <تصفح> بله تمدن 2500 ساله چیش آخه چی چه سهمی شما در ایجاد تمدن جز تخریب تمدن فقط داشتن فقط تخریب ترویج خرافه ساختن امامزاده جلی کارشونه از اول انقلاب تا الان 1100 تا امامزاده شده 13750 هر هفته امامزاده کشف میشه بعد اسم کم آوردن شد امامزاده عین قین امامزاده تینزین اسم کم آوردن کی بگه کی امامزاده بیژن درست, درست شاهکار بود هاکوپیان هم کم ها کم هاکوپیان داری امامزاده هاکوپیان در بلوچستان اینا امامزاده درست کرده دیدم. دیدم دیدم در بلوچستان آقا اومده بود یه نماینده مجلس من تعجب میکنم ها حدود مثل وباست این ماجرا آقا وقتی که یک جایی میره متحدث. سرایت میکنه عجیبی اومده یه نماینده مجلس سنی که من تبلیغات کردم دیگه انتخاب نشد بعدا با رئیس سپاه پاسداران خودشون یه چاه کندند اونجا شعبه ممزد... ممزد... جمعران جم جمعران شعبهش زدن اول چاه کندند بعدا همه شروع کردن به تعظیم کردنش کلیپش هم تو اینترنت هست عجب بابا عجب با. همین نماینده یکی دیگر نمایندگاتون اخیرا شهریاری که در اونجا اینم گاهی اوقات حرفایی میزنه که آدم دود از سرش بلند میشه این بیچاره مولوی عبدالحمید هم اونجا گیر کرده نمیدونی چیکار بکنه <تصفح> <تصفح> یک کلمه اینور میزنه جلوی گذرنامه‌ش نمیذارن <تصفح> سفر کنه و اگر هم سفر میکنه باید هر جا میره یه خلاصه یک سلام سلواتی برای امام خمینی و جانشینش بفرسته موقعی برگشتن ازیش دامادش رو گفت اذیتش کردن واقعا دلش آدم میزوده. برای بلوچ ها چقدر با استعدادن این بچه ها رو تو بیابون میبینی نشستن یه پلاستیک بالا سرشون کشتن درس میخونن شعر حفظ میکنن خیلی خیلی برای من تلخه این بی لطفی که به هموطنان بلوچ ما میشه دکتر حسین با توجه به آنچه داری در منطقه میبینید در نشست ورشو و کنفرانس امنیتی مونیخ در اروپا تصور نمی کنی که واقعا علا همه این التافی که خانم موگرینی نسبت به آقای محمد جواد زریف داره و رژیم جمهوری اسلامی حتی در اروپا نیز اینا به تای خط رسیدن یعنی اروپایی هم گمان نمی کنن. مدت زیادی بتونن اینا رو توجیح کنند اون چیزی که آقای ترامپ میگه اروپایی هم به نظرم به زودی خواهند گفت احساس می‌کنی رژیم دیگه بی از اون شده که کشوری بخواد ازش حمایت کنه تعجب آور همین سه تا کشور انگلستان، فرانسه و آلمان هستند که قبلا همه من فکر میکردیم که نه حمایت نمیکنند و همه این پیرمردهای دوستان که صحبت میکردن فکر می‌کردم که اینا انگلیسیان. حالا ثابت ثابت شد. شده و دو چیز دکتر نظر من هست که چون بی خود اونا که از یک نظام تبهکار کمک نمی کنن. که هم ایران تباه کرده هم خاور میانه رو دو جا مونده که تباه نشده در خاور میانه توسط جمهوری اسلامی یکی اسرائیل یکی, عربستان. یکی عربستانه خب اگر هدفشون این هست که اسرائیل رو توسط جمهوری اسلامی تباه بکنند اخ من هر چی فکر میکنم هیچ دلیل دیگر نداره برای اینکه منافع اقتصادی زیادی هم ندارن اصلا اصلا و یا اینکه آخر سر لشکرکشی بکنند به مکه و معظمه این دوتا هدف مونده خود خمینی هم گفته بود که هدف ما قدس هست از راه, مجد. از راه کربلا از... حالا تا نزدیکی کربلا رو که گرفتند اسرائیل هم که محاصره شده عربستان سعودی هم محاصره شده باید حالا باید. واقعا میخواند که این دوتا مرکز رفاه نسبی برای مردمان خودشون یهودیانی را که این همه درد و مهنت در طول تاریخ کشیدند این ها رو دوباره از طریق بزاره. یک منبع دیگر از بین ببرند اینو نمیدونم ولی احتمالا این هم یا روشن خواهد شد ولی تا اونجایی که می توانم حدس بزنم مطلقا و ابدا یک میلیارد و نیم سنی اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی در عربستان سعودی راه پیدا بکنه و یا اینکه تمام افراد موافق باشند که اسرائیل مورد حمله قرار بگیره دولت امریکا که خیلی آشکارا صحبت کرده با عربستان که پیمانی داره که خیلی عمیق و ریشه داره بعدم آقای ترامپ در سعودی با رهبران پنجا کشور مسلمون و منطقه دیدار کرد یعنی در واقع اونجا رو به عنوان یه پایگاه به رسمیت شناختن به عنوان یه محور جمهوری اسلامی حالا خیلی زور بزنه بره سوچی آقای روحانی با رجب طیب بشین و با آقای پوتین و اون داستان اونا اونجاست ولی من با شما موافقم و در این حال من با این نظر موافقم که همین مسئله باعث نابودی جمهوری اسلامی خواهد شد بله چون پشتیبانی مردم رو نداره مردم به هیچ وجه با این شعار هماهنگی ندارن نه قزه نه لبنان جانم فدای ایران خامنه ای سوریه رو رها کن فکری بال ما کن اینا همه نشون میده مردم ایران در یه دنیا اینا در یه دنیای دیگه و باز بر این باورم که اینا قربانی جاه ها و توطئه های خودشون خواهند شد همین الان تو یمن ببینید عملا شکست خوردن و مجبور شدن حوسیات سر کنفرانس صلح بیان هدیده رو تخلیه بکنن و همین شکست دریم تو عراق هم نگاه کنی مردم عراق کنسولگری اینا رو آتیش زدن شیعه های بصره که اول سینه برشون میزدن همین حالت رو اینا دارن و من کاملا انتظار دارم که این جمهوری که برای ما ساختند کشور ما رو داغون کردن مردم ما رو آزار دادن در طول تاریخ ما حتی بعد از حمله عرب ها ما اینجوری نبوده که تو کشورمون ده درصدش آواره دو دو دنیا بشن شما الان چه خبره چند میلیون ایرانی خارج از ایران هستن آدم های با استعداد قابل و افسوس میخورم حتی پاکستان رو نگاه میکنم افسوس میخورم آقای قهرمان کریکتشون میاد میشه نخست وزیر و اولین حرفی هم که میزنه آخوندهای مسلمان رو دعوت میکنه میگه آقا ما باید رو به جلو بریم با این قیافه های شما جلو نمیتونیم بریم باید نمیدونم امیدوارم من و شما باشیم اون روزهای خوب رو دوباره ببینیم و بتونیم به مردم خدمت کنیم هر چقدر از عمرمون باقیست در خدمت هموطنانمون آرزوی من هم همین هست اخیرا یک گروهی پیدا شد شاید شنیدید به نام یاران دهلی. در این گروه ایران یاران من هم هستم چندتا جلسه هم جلسه خیلی خوب داشتیم و در این جلسات پشتیبانی خوب بود هم. تعداد زیادی دارند جذب میشند زمینه برای مذاکره داره آماده میشه خود شاهزاده هم میخواد که این گروه موفق بشه و بنابراین اون چی رو که در افق میبینم افق روشنی است و در ضمن همگی هم به این نتیجه رسیدن که بدون حضور شاهزاده هیچ ائتلافی قابل توفیق نیست بنابراین این ایران یاران امیدوارم که توفیق بیشتری پیدا بکنه گروه های مختلف مخصوصا سلطنت طلبان یک بار هم که شده به خاطر هر کسی که دوستش دارند رضا محمد رضا شاه بگذارند که شاهزاده کار خودش بکنه از این گروه ققنوس هم شما خبر دارید گروهی که ققنوس اسمش بله بله اینها خب اندیشمندانی هستند استاد دانشگاه هستند بیشتر که فکری دارند راه حل دارند ببینید دکتر سه تا فکر ب... سه تا چیز لازمه ام. یکی یه اتاق فکر مثل همین قغنوس ام. که آدم های تراز اول توشون هست واقعا شخصیت های بسیار بسیار فرقتی هستند یک بازوی اجرا سیاسی لازم هست ایران یاران که مثلا اگر امید, و امید هست ممکن ایرانی آرام بشه یا یک گروه دیگری بشه و یک گروه اجرایی مدیر مدیر که اینهایی که سابقه مدیریت دارند در شرکت های بزرگ در کشورهای دیگر خودشون تونستند یک کاری رو درست بکنند و با اونها هم یک تماسه گرفته میشه اگر این سه تا گروه با هم درست بشند یعنی اتاق فکر باشه برای راه حل پیدا مم. کردن گروه های سیاسی باشند ائتلافی از تمام کسانی بحرد. که ارزش اینو دارند که بدانند ایران احتیاج به نوسازی داره و مدیرانی که کار کردند زحمت کشیدند و الان زمان آن هست که از این تجربیات خودشون برای ساختن مملکتشون استفاده بکنند امیدوارم دفعه دیگه که دکتر حسین بول میاد عملی شدن این سه مورد رو که ایشون بهش اشاره کرد ببینیم وقتمون تموم شد ولی حرفا همچنان باقی است ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزا نوریزاده به اتفاق دوست رزیزم دکتر رضا حسین همه شما رو تا دوشنبه پروردگار عاشق می سپارم پروردگار عاشق ایران و بیزار از ملایان درسته؟ بله بله همینطوره تشکر